برای آدمیانی که در جهان پرسرعت کنونی مرتب این سو و اون سو می شوند، هویت لفظی نافهمیدنی است. هویت چیست؟ احساس نیاز به هویت چیست؟ آیا زیست بدون این احساس نیاز ممکن است؟ سلام، برای مقدمه این برنامه بهتر است متنی کوتاه برایتان بخوانم. تازه که ایران کوچیده بودیم، 7 سالم بود و در کوردهی در مشهد زندگی میکردیم. بچه های ده به خاطر لهجه هراتی هم اذیتم میکردند. در 2-3 ماه لهجه اون کورده را چنان یاد گرفتم که از خودشان هم بهتر. مدتی بعد پدرم مرا به شهر مشهد خانه صاحب کارش برد که چند تا بچه همسن و سال من داشتند. بچه ها مرا دوره کرده بودند و به لهجه دهاتی هم میخندیدند. بعد که خودمان هم شهر رفتیم برای زندگی، لهجه اونها را هم یاد گرفتم، بهتر از خودشان. اما انگار پایان ماجرا نبود. رفتیم کاشان، به لهجه مشهدی هم خندیدند و مجبور شدم لهجه شیرین کاشی یاد بگیرم. رفتیم تهران، به لهجه کاشی من خندیدند و مجبور شدم تهرانی یاد بگیرم، بهتر از خودشان. برگشتم هرات، به لهجه نیمه ایرانی نیمه هراتی هم خندیدند. در اسلام آباد به من از سر مهربانی میگفتند بای ابکا اردو بہت رنگین هی. در بریتانیا کسی به انگلیسی خارجی من نخندید و اگر هم خندید در دلش خندید و من نشنیدم. و من هم پخته تر از اون شده بودم که حتی اگر کسی میخندید جدی بگیرم. دیروز فکر میکردم برای من و میلیون ها مهاجر دیگر در تمام دنیا، هویت همیشه یک چیز لاکچری و غیر قابل دسترس بوده، اونقدر دور از دسترس که هیچ وقت گمان نمیکردم به اون نیاز دارم. آیا این چیزی نیست که شما با اون آشنا باشید؟ آیا این بی نیازی به هویت که در این سطور پیداست حالا فقط منحصر به مهاجران است؟ آیا کم نمی بینید کسانی را که گویی از هویت‌های رایج کندند و زندگیشان را می کنند بدون چنگ زدن به آنچه که هویت خوانده می شود؟ این موضوع را با مهمان‌های این هفته در میان می گذاریم. عزیز حکیمی، روزنامه‌نگار و سردبیر مجله اینترنتی نوشت، و هوشنگ نورایی، استاد بازنشسته جامعه شناسی در دانشگاه وستمینستر لندن و در حال حاضر پژوهشگر مستقل. خیلی خوش آمدید آقای حکیمی. این چیزی که خوندیم الان دیگه به بیننده ها میتونیم بگیم شما نوشتید، من در فیسبوک شما دیدم و همون موقع فکر کردم موضوع بسیار خوبیه برای برنامه تحت عنوان هویت چیه. آیا فکر نمی کنید این منحصر به کسانی چون شماست که پرتاب شدید به این سو اون سو، یا نه گمان می کنید فراتر از این هاست و هویت الان چیزی که برای همجوری که نوشتید میلیون ها و شاید فراتر از میلیون ها نفر دیگه نیازی بهش نیست؟ تجربه شخصی من این هست که این حس به اصطلاح گمشدگی یا جدا افتادگی بیشتر در مهاجران رایج هست تا مردمی که به اصطلاح هیچ وقت از اون خونه و کاشانه خودشون آواره نشدن، هیچ وقت تجربه دیگری رو ندیدن. ولی وقتی من در خود اروپا فکر میکنم، من دوستان خیلی زیادی رو میبینم، خیلی از اروپایی های اینجا رو میشه دید، به خصوص در انگلیس، که هویت به اون شکلی که ما تعریفش رو داریم توی افغانستان و در ایران به اون شکل براشون مهم نیست. و مثلا شما خیلی کسان رو میتونید پیدا کنید که میگن چه فرقی میکنه که من اهل بریتانیا باشم یا زبان من انگلیسی باشه یا قومیت یا تبار من از کجا باشه، مهم اینه که من میتونم، یعنی تمام اینها برای من ابزاری هست که بتونم در دنیای امروز من زندگی بکنم، با دیگران ارتباط برقرار بکنم، موفق باشم و تجارب مختلفی رو من در این دنیا، در این جهان و در این مدتی که زندگی میکنم داشته باشم. من فکر نمیکنم که این مختص، بنابراین فکر نمیکنم که مختص به مهاجران باشه. چیزی شبیه این رو شما میتونید در
بین دیگران هم ببینید، اما به خصوص در اروپا. ولی چیزی که من متوجه شدم اینه که این جدا افتادگی یا عدم نیاز به هویت اونطوری که بین مهاجران و بین اروپایی ها به اصطلاح مطرح هست در میان افغان ها، مثلا افغان هایی که در خود افغانستان زندگی میکنن و یا در بین ایرانی ها هم به اصطلاح کمتر دیده میشه. یعنی من فکر میکنم یک ارتباط مستقیمی بین به اصطلاح تجربه افراد از زندگی در فرهنگ های متفاوت وجود داره با به اصطلاح حس نیاز اونها به یک هویت. یعنی هر اندازه که افراد بیشتر تجربه کرده باشن که در محیط های متفاوت زندگی بکنن، به همون اندازه احساس میکنن خب من نیازی واقعا نمیبینم که متعلق به یکی از این هویت هایی باشم که در این جامعه در واقع بر من به نوعی تحمیل میشه. مثلا طوری که گفته بودم، وقتی من هر جا میرفتم، چون بچه های کوچک معمولا هم دیگر اذیت میکنن به خاطر زبان و لهجهشون، من اذیت میکردم و من مجبور میشدم همون زبان رو یاد بگیرم، ولی بدون اینکه فکر بکنم که این در واقع پذیرش یک هویتیه که من خودم توی اون هیچ نقشی ندارم. جامعه از من میخواد که مثلا به یک لهجه خاص به اصطلاح صحبت بکنم. شما توی این نقل قولی کردم خیلی راجع به زبان و لهجه صحبت میکنی، آیا این عامل اصلی در این حس پرتاب شدگی یا کنده شدن از جایی و در نتیجه احساس بی‌نیازی به هویت، یا چیزهای دیگه هم هست؟ من فکر میکنم زبان یکی از مهمترین هاش هست، ولی تنها عاملش نیست. ببینید، مسئله فرهنگ هم هست، مسئله دغدغه های اجتماعی هم هست. مثلا و بعضی وقتا شما در یک جامعه زندگی میکنید که دغدغه هاشون واقعا دغدغه شما نیست. مثلا من در بریتانیا زندگی میکنم، خیلی حساسیت ها رو ممکنه یک بریتانیایی داشته باشه که من ندارم، من اصلا نمیفهمم. و همونطور که یک آمریکایی یا یک بریتانیایی اگر در کابل زندگی بکنه، لزوماً تمام اون دغدغه‌های فرهنگی، دغدغه‌های فکری، نیاز یا اون حسی رو که یک افغان داره، هر چه اونجا زندگی کرده باشه نمیتونه درک بکنه. بنابراین زبان مسلماً یکی از اساسی‌ترین عناصر شکل دهنده هویت هست، ولی تنها هویتش نیست. من الان میتونم بگم مثلا در از نظر فرهنگی هم و یا از نظر اون هویت اجتماعی هم من احساس نمی‌کنم به اصطلاح مجبور باشم یک هویتی رو برگزینم که از من رو شامل یک گروه بکنه. مثلا گروهی که از نظر هویتی خودشون رو افغان میدانن یا تاجیک میدانن یا پشتون میدانن و یا مثلا بریتانیایی میدانن، من احساس میکنم همزمان به همه اینها هم متعلق هستم بدون اینکه هیچ نوع به اصطلاح حس غیر قابل انفصال وجود داشته باشه. میدونید، یعنی این هویت برای من چیزی نیست که نتونم فردا به سادگی ازش نکنم و نرم یک هویت دیگر رو برگزینم. آقای نورایی، شما معتقد هستید هویت چیزی نیست که دست خود شخص باشه و بدون هویت زیست به معنی اجتماعیش وجود نداره. آیا این چیزی که آقای حکیمی گفت و اون چیزی که من خوندم به نقل از ایشون نشون نمیده که الان دیگه چنین نیست، یا حداقل برای بخشای کثیری از اجتماعات انسانی چنین نیست و هویت دیگه اون قدر که پیشتر بود ضروری نیست و اشخاص به این فکر نمیکنن که من به این مثلا هدف یا به این روایت کلان یا به این ریسمان عظیمی که باید دیگران رو و من رو به هم پیوند بده به این دیگه نیاز ندارم. خیلی چنین فکر میکنن. به این معنا احساس نیاز به هویت حداقل در میان میلیون ها نفر زایل نشده. به نظرم خب این خودش آقای حکیمی به نحوی یک هویت رو در جهان سیال، یعنی جهانی که واقعا با سرعت حرکت میکنه، بسیاری از اون ارزش هایی رو که میان یه مداری منجمد میشن به سرعت متوجه ذوب میکنه و این آدم متوجه مشکل پیدا میکنه که چجوری خودشو تعریف کنه، چجوری در واقع هویت رو ببینه. یعنی این به نظرم مسئله اون هویت در جهان سیاله، نه عدم
هویت، یعنی اینکه زمانی که میگیم من نیازی ندارم که به این یا به اون هویت بچسبم، بله به نظرم همین مسئله بر سر همینه که اون هویت کهنه شده یا اون هویت دیگه چیزی نیست که من به اون بچسبم یا به اون خودم متعلق به اون هویت بدونم. یعنی اینه که هویتی وجود داره، ولی هویتی است که ممکنه من مشکل هم داشته باشم که تعریفش کنم، به دلیل اینکه اون در اون جهان سیال در اون شرایطی که واقعا با سرعت همه چیزو فرو میپاشه، یعنی اینه که من مشکل پیدا میکنم که چگونه خودمو متوجه تعریف کنم، چگونه من اون هویت رو تعریف کنم. زمانی که حق انتخاب هست، زمانی که انتخاب های زیادی هست، زندگیش انسان دشوار میشه، یعنی اینکه با چیزهای بسیار متفاوتی روبروست، لایه‌های متفاوتی از هویت میاد. بعداً در واقع بعضی ها زشتن، بعضی ها زیبان، بعضی میزنن بیرون، بعضی ها در درونن. یعنی اینه که انسان در واقع دوچار این مشکل هست که چگونه در واقع خودشو تعریف کنه در اون مجموعه. در عصر پیش چه این مشکلی نداشت، نیازی نداشت. به نظرم در یه روستا، در یه جایی که انتخاب وجود داره، انتخاب یکیه، یه انتخاب خیلی محدوده، یعنی جایی که متوجه ثبات وجود داره، امکان پیشبینی هست، امکان دسترسی هست، به نظر من این مشکلی روبرو نمی‌کنه. فقط اون چیزی که از بیرون میاد غریبه براش، چیز عجیبیست که چون احساس میکنه نباید چنین باشه. یعنی این به نظرم اینه که اون هویت برای اون معنی خاصی نداره، چون هویت زمانی مطرح میشه که ما دست به انتخاب میزنیم. یعنی مسئله اینه که کدوم یکو باید واقعا متوجه برگزینیم. آیا منظور شما اینه که آقای حکیمی که میگه نیازی به هویت نمیبینم، در واقع هویتی برای خودش ساخته بر اثر انتخابهایی که کرده و این هویت پیشی نیست، اما به معنی بی‌هویتی هم نیست؟ به نظرم بی‌هویتی نیست، چون مسئله بلفعل این هویتی است که در واقع خودش آگاه نسبت به این، یعنی خودش دست به انتخاب زده. یعنی اینه که به نظر من بقیه هم به همین شکل میشناسن، چون هویت چیزی نیست که فقط من انتخاب کنم. من که هستم در واقع باید منتظر باشه که اون کسای دیگه میگن که شما که هستید. یعنی این اینتر اکشن هست، یعنی اون رابطه متقابل هست. یعنی اینه که از اون زاویه است که در واقع فرد در واقع موقعیتشو میشناسه. آقای حکیمی میگه نویسنده است، آقای حکیمی نوشت و منتشر میکنه، آقای حکیمی در واقع متوجه مجموعه ای از این هاست. یعنی اینه که به نظر من روشنه که اون داره یه هویتی رو طرح میکنه. بله آقای حکیمی، بر این اساس طوری که آقای نورایی شما رو تعریف میکنه، شما هویتی دارید ناشی از سردبیر یک مجله اینترنتی بودن، ناشی از احتمالاً پاسپورتی که دارید، اگر پاسپورت انگلیسیه، اگر پاسپورت کماکان پاسپورت کشوری که در اون زاده شدید، و همینطور نوشتنتون، چه در این مجله چه در جای دیگه، شما مترجم هم هستید. از نظر آقای نورایی اینها هویت شما رو تشکیل میده دیگه، بنابراین نمیتونید بگید نیاز به هویت ندارم. ببینید، یکی نیاز به هویت داشتن هست، یکی اینه که شما خودتون هویتی رو به اصطلاح برای خودتون تعریف بکنید بر اساس تجربه‌ای که دارید. چند مسئله رو باید در نظر بگیریم. اول اینکه من فکر میکنم وقتی من حداقل از هویت صحبت میکنم، منظور من فراتر از نقشایی که ما به خودمون میدیم. یعنی نویسنده بودن، من نویسنده بودن نقشای اجتماعی، نقش اجتماعیه. من میتونم دکتر باشم، من میتونم روزنامه‌نگار باشم، من میتونم پدر باشم، من میتونم مثلا عمو باشم، یا همه اینا نقشای اجتماعی. تفاوت ولی نقش اجتماعی و هویت چیه این طرف؟ از نظر من نقش اجتماعی اون چیزیه که شما بنابر مسئولیت و جایگاهی که در جامعه دارید، شما اتوماتیک اون رو قبول میکنید و یک سلسله به اصطلاح مسئولیت‌های مشخصی رو به شما میده. اون یک نقشه، ولی لزوماً هویت نیست. میدونید میتونه روی هویت شما تاثیر بگذاره، میتونه روی فرهنگ شما تاثیر بگذاره، میتونه روی سلیقه شما تاثیر بگذاره. مثلا شما اگه پدر باشید، معمولا با افرادی هم سن و سال خودتون که تجربه پدر بودن رو دارن احساس راحتی میکنید که برید باشون بیرون. ولی این رو هویتی نمیکنه. ولی این دیگه مسئله، یعنی شما جزء جمع یک گروه پدرها در جامعه میشید. به من بگید فهمم از اون چه که شما میگید درسته یا نه.
آیا منظور شما این است که هویت وقتی شکل میگیره که یه سری از نقش‌های اجتماعی رو ما حیثیتی کنیم و خیلی بهشون بها بدیم به بهای در سایه قرار گرفتن نقش‌های دیگه اجتماعی؟ به نظر من هویت یک مسئله درونیه، اساس اون از یک مسئله درونیه، یعنی وقتی که شما اون خود درونی شما ویژگی‌هایی رو داشته باشه که شما درک بکنید ولی جامعه و اطرافیان شما اون رو درک نکنن، درست؟ در این صورت هست که شما برای خود یک هویت قائل میشید، یک هویت انفرادی. فکر میکنم تعریفی که فرانسیس فوکویاما هم از هویت داره چیزی شبیه اینه، یعنی اول هویت در خود شما شکل میگیره. ولی آقای نورایی میگه اتفاقا هویت یک چیز اجتماعی، به این معنا که به گفته ایشون در کنش و واکنش شکل میگیره، یک چیز تعاملی ایشون گفتن، یه رابطه متقابله. شما با خودی خود نمیتونید بگی حس من اینه بنابراین هویت من اینه، انگشت اشاره دیگران که شما رو در جای خاصی قرار میدن این باعث میشه که هویت شما شکل بگیره. البته به گفته ایشون شما هم امکان انتخاب دارید در دنیای مدرن. مسئله سطح زندگی و جایی که شما زندگی میکنید خیلی مهمه. اگر من فقط یک اشاره بکنم، اگر من در افغانستان زندگی میکردم هیچ وقت شاید به این نتیجه نمیرسیدم که من به هویت نیازی ندارم. اون چیزی که باعث شده من احساس بکنم دیگه به هویت نیازی ندارم این هست که در جامعه زندگی میکنم که من رو پذیرفته، من رو هر چی باشم به من اطمینان داده که تو هر جوری که باشی ما تو رو پذیرفتیم و نیازی ندارم که خودم رو تبارز بدم یا هویت خودم رو تبارز بدم. بله. به این ترتیب به گفته آقای حکیمی اون حس درونی ایشانه که هویت نام داره از نظر ایشون، و چون این حس درونی رو نداره احساس نیاز نمیکنه به این یا اون یا اون هویت، فکر میکنه نیازی هم به هویت نداره، در صورتی که شما معتقد هستید که احساس درونی شاید در درجه دوم اهمیت داره قرار داره. به نظرم خب هویت به هر حال از فرد شروع میشه ولی جهات بسیار متفاوت پیدا میمانه، یعنی لایه های بسیار متفاوتی با در یعنی با آدم جمع میشن و در واقع اونجاست که مسئله هویت توضیح داده میشه، تعریف میشه. یعنی اینه که من از نظر روانی صرفا نیست که متوجه یکی رو انتخاب میکنم، روان هم در جامعه شکل میگیره، یعنی زمانی که در جامعه شناسی ما مسئله در واقع نهادپذیری اولیه داریم، نهادپذیری اولیه اون چیزی است که آدم ها در چیه به اصطلاح در اون خانواده در اون زمان کودکی در واقع یاد میگیرن، یعنی همون چیزی که مثلا بالفرض دختر اونجا بشین، دختر تو نباید بلند صحبت کنی و اینها شکل‌گیری لایه‌های اولیه هویت اولیه است که در واقع در شکل می‌گیرن، یعنی هویتی است که در واقع از اونجا شروع میشه. ولی آقای حکیم میگه اون اتفاقا نقش اجتماعیه، یعنی یک فرزند رو وقتی چنین خطاب کنی اون نقش اجتماعی دختر رو بهش میدی، نوع خطاب به دیگر فرزند باعث میشه که اون رو نقش اجتماعی پسرانه یا مردانه در آینده رو بهش بدی. اینا نقش‌های اجتماعی از نظر ایشون نقش‌های کاملا اجتماعی ان، به دلیل ولی اینه که اینها چون اولیه ان بعداً به صورت بدیهی ظاهر میشن، یعنی اصلا کلا آدم در واقع ممکنه اینها رو به عنوان هویت به حساب نیاره ولی هست، یعنی هستن، یعنی اینه که دختر که متوجه از اونجا یاد میگیره که دختره، دختر از اونجا یاد میگیره که این رنگ مثلا مناسبه برای دختر، یا پسر مثلا بالفعل باید اینجوری باشه، یا این که مثلا زبان تو یا لهجت باید این باشه، یا زبان مثلا افغانی یا زبان فارسی یا زبان نمیدونم این زبان یا اون زبان، متوجه زبانی است که شما به اون تعلق داری، یعنی این چیزی است که به نظر من از اونجا در واقع کودک در واقع در یعنی اینترنالایز میشه، یعنی در درونش میره، درونی میشه. بله آیه دنورایی، ما کم نمیبینیم آدم هایی که از این نقشای اجتماعی بیرون میزنن، کم نمیبینیم مردانی که امروز میگن من نمیخوام نقش اجتماعی مردانه رو بازی کنم، اون توصیف از مردانگی رو من نمیپذیرم، کم نمیبینیم کسانی که میگن من احساس ملی ندارم، من جهان وطنی فکر میکنم. در جهان سیالی که ما زندگی میکنیم، یعنی از زمانی که سرمایه‌داری به هر حال رشد کرده به نظرم آدم رو در مقابل یه انتخاب قرار داده، یعنی زمانی که یه روستایی به اصطلاح میره به سمت شهر این در واقع ممکنه دست به انتخاب خاصی
نزده باشه، ولی وقتی به شهر میرسه در واقع اون احساس میکنه که دست به انتخاب باید بزنه. یعنی وقتی که متوجه اون بردهی که مثلا بالفرد از یه جامعه بردهداری فرار میکنه، مثلا میره به سمت یه شهر، میره به یه شهر، در واقع اون برده ممکنه ندونه که متوجه خودشو داره از چیزی جدا میکنه و یه هویت دیگه ای وصل میشه. ولی وقتی که مثلا بالفرد به شهر میره متوجه میشه که یه چیز دیگه است، یه چیزی فرار کرده. در صحبت های آقای نورایی چیزی که اهمیت داره همین دست دادن به انتخابه، عملیات ایجنسی در هویت فوق‌العاده بارز همجوری که شما هم می‌بینید. این حرف رو یه جامعه شناس بسیار مشهور انتونی گیدنس هم میزنه، از چیزی به اسم رفلکسیو آیدنتیتی صحبت میکنه، هویتی که در نتیجه کنش شما ایجاد میشه، در نتیجه گزینش و انتخاب شما ایجاد میشه و این بازتابشو در محیط میبینید و بعد خود همون باعث میشه شما دست به انتخابهای دیگر بزنید. این انتخاب به یک چیز روزمره حتی تبدیل میشه. این از نظر گیدنس هم هویت رو زایل نمیکنه، ولی هویت رو متکثر میکنه. حرف من اینجاست که گاهی آدم‌ها در بیش که بستگی به نوع کشور و جامعه‌ای که شما در زندگی می‌کنید، بعض وقتا آدم‌ها همین لایه‌ای که هی اضافه میشه روی هویت شما در طول زندگیشان دارن. شما مثلا یک نفر بعدش میره دانشگاه، دوباره هویت، لایه‌ای از هویت بهش اضافه میشه که دانشگاه تحمل می‌کنه، میره وارد کار میشه، ولی این آدم هیچ وقت دست به انتخاب نمی‌زنه. فقط کسی می‌تونه دست به انتخاب بزنه که بیرون بشه از این لایه‌های هویت و دوباره خودش رو نگاه بکنه و بعدش بگه ببین من نیازی ندارم این باشم، این چیز منو آزار میده یا من با این احساس راحتی نمی‌کنم. آیا منظور شما اینه که نیاز به هویت‌های کلان نیست، هویت‌هایی که ایدئولوژیک بودن، یا چجوری بگم هویت‌هایی که یک پشتوانه قوی سنت و ایدئولوژی پشتشون بود و الان انسان معاصر به خصوص در شرایط مهاجرت احساس میکنه دیگه نیازی به اونها نداره؟ اگر چنینه، خب اون وقت حرف شما اینطور تغییر خواهد کرد که نیازی به هویت‌های کلان نمیبینن. ببینید مسئله سر این هست که مثلا منظورم از هویت‌های کلان افغان بودن، ایرانی بودن، مسلمان بودن، نمیدونم به این یا اون ایدئولوژی احساس تعلق داشتن، الان دیگه این هویت‌های کلان نیست. در عوض کسایی می‌بینی که مثلا چیزی که براشون حیثیتی و هویتی فوتباله، کسایی رو می‌بینی که چیزی که براشون حیثیتی و هویتی مثلا محیط زیسته. ببینید مسئله سر اینه که من یکی با دوستم صحبت می‌کردم و بهش گفتم که من هیچ اعتقادی به قومیت ندارم. من معمولا این حرف رو به همه میگم، من واقعا نمیتونم احساس بکنم پشتونم یا تاجیکم یا هزارم یا کلا نمیتونم احساس بکنم، این چیزی نیست که در من وجود داشته باشه. و دلیلش هم خیلی ساده است، چون من تجربهش رو نداشتم. من هیچ وقت در محیطی زندگی نکردم که برای اطرافیان من تاجیک یا پشتون بودن من مهم باشه. در خانواده من هیچ وقت مهم نبوده. خب قومیتی که از اون هویت‌های کلان دیگه بهش نیازی ندارید. دقیقاً این رو من میگم بهش نیازی ندارم، ولی مسئله سر اینه که منظور من هیچ وقت این نیست که آدم‌ها هویت ندارن. من منظورم اینه که آدم‌ها هویت رو لزوماً نیاز ندارن. مثلا من یکی از اونها هستم که پیش خودم فکر کردم، من مثلا فکر کنید در 25 سالگی من فکر می‌کردم به عنوان یک افغان من رسالت دارم برای افغانستان کار کنم، من رسالت دارم همون کارهایی که همه در جوانی فکر می‌کنن میتونن جهان رو آباد بکنن، همه ما از اون دوره گذشتیم و من همیشه این حس رو نسبت به افغانستان داشتم، نسبت به مردم کشورم داشتم. ولی الان دارم فکر می‌کنم اون راه سازنده نیست، اون شکل دهی به اصطلاح متعصبانه یا غیرتمندانه بگذار بگم، اون شکل دهی به یک هویت غیرتمندانه در خودم نسبت به افغانستان در دنیای مدرن کار نمیکنه. میدونید منظورم اینه که کسی که میتونه انتخاب بکنه که هویتی رو که باهاش بزرگ شده، مثل ملیت، مثل قومیت، مثل دین، این رو کنار بگذاره، اون آدم نمیتونه احساس نیاز کنه، احساس نیاز به هیچ هویتی داشته باشه. به این ترتیب بین
هویت داشتن یا نداشتن و احساس نیاز به هویت یه تمایزی نباید قائل شد. آقای نورایی، بخش مهمی از جمعیت‌های شهری، نه فقط مهاجرا، در کشورهایی که شهریت خیلی توسعه یافته، اگر هم شما بگید هویت دارن، احساس نیاز بهش پیدا نمی‌کنن، برای اینکه شاید احساس تعلق ندارن بهش. و این دو تا متفاوتن، نه؟ به نظرم این در واقع متفاوتن و در این حال زمانی که ما میگیم من به ملیت اعتقاد ندارم، خب این به نظرم هویت دیگه ای اونجا ظاهر میشه، کاسموپولیتانیزم، جهان وطنی، در واقع جهان وطنی، یعنی اینه که من خودم متعلق به این حوییت. یا اون جامعه نمیده، به اسم ملت نمیدونم، ولی معتقدم که فراتر از اون رفت، اون فراتر از اون همون جهان وطنی است. یعنی این که مثلا بالفعل من در واقع اشاره بکنم به اون چیزی که آقای حکیمی قبلا هم مطرح کردن، مسئله نقش، هم متوجه نقشی که آدم بازی میکنه، به هر حال نقش با هویت رابطه تنگاتنگی داره. یعنی این چیزی است که در واقع میبینیم که گوفمن مثلا بالفعل کسی است که اینو خوبی توضیح میده، که انسان بله کی هست؟ گوفمن سوسیولوژیسته. بله. سوسیولوژیستی است که در واقع توضیح میده که انسان در واقع به هر حال نقش بازی میکنه. یعنی نقش یعنی احساس یک میکنه. نقش رو رها کنه، نقش دیگه نقشی خواهده. رو بازی میکنه، ولی این نقش رو متوجه مثل تئاتر میگه، متوجه یعنی جایی که آدم ها به اصطلاح خودشون رو بیان میکنن مثل یه تئاتر میمونه و در این تئاتر آدم احساس میکنه که آزادانه بازی میکنه، ولی اون متن نمایشنامه از قبل وجود داره. و این همون تعریفیه که شما نهادی شدن من نامیدید. اینه که من میگم استرکچره. بله. به اصطلاح من معتقدم در سه لایه هست در این را. یکی متوجه فرده که احساس میکنه که خب انتخاب دست به انتخاب میزنه. یه جا در یه بار میره به صورت به اصطلاح در تعامل یا اینتراکشن قرار میگیره، یعنی رابطه متقابل با اطرافیان. و یکی اون به اصطلاح ساختارهایی است که دیده نمیشن ولی وجود دارن، یعنی تعریف میکنن. بله. معنی این حرف آقای نورایی اینه که این انتخابایی که شما کردی که من این هویت رو نمیخوام، اون رو هم نمیخوام، اون رو هم نمیخوام، پشت این یه ساختارهایی است. شما تصور میکنی که به راحتی تونستی گزینش کنی؟ به راحتی هم نه، چون اون نقل قول میگه که خیلی راحت هم نبوده براتون، ولی تصور میکنید دست به گزینش میزنید، پشت این گزینش های شما یه ساختارهایی هست. بنابراین آزادی فرد در واگذاشتن هویت ها تا یه حدیه. این که شما این پاسپورت دارید، در واقع پشتش یه ساختاری هست، اون ساختار تحمیل میکنه به شما که چنین هستی، یعنی توی فرم ها پر میکنی ملیتت اینه، وقتی سفر میکنی ملیتت اینه، اینا هویت دیگه. هر چقدر شما بگید نه نیستم و احساس درونی من مهمه، این ساختارها عمل میکنن که به شما این هویت رو بدن دیگه. این حرف درسته، ولی مسئله ای که من میخوام روش تاکید بکنم اینه که اگر شما واقعا من مثلا شهروند افغانستان هستم و همزمان شهروند بریتانیا، ولی من هیچ حسی و هیچ آشنایی با و احساس تعلقی به بریتانیا ندارم، با وجود این، با وجود پاسپورت، ولی چیزی رو که میدونم وظیفه من به عنوان یک شهروند هست این است که قوانین رو رعایت بکنم، مثلا مرتکب جرم و جنایتی نشم و همه چیزهای شهروند، مسئولیت های یک شهروند رو میپذیرم. ولی اگر از من کسی بگه مثلا آیا من بریتیش هستم با اون هویت بریتیش، نه نیستم. شاید پسر من بیشتر احساس این هویت بهش دست بله. بده، ولی من نمیتونم این حساب. جالبه این چیزی که آقای حکیمی میگه. من پیش از برنامه یه مقدار راجع به این مفهوم مطالعه کردم، نه در حوزه کاری شما آقای نورایی، در فلسفه، که راجع به هویت چی گفته شده، و دیدم یه تفاوت مهمی هست بین دو نگاه در فلسفه. یکی نگاه هیوم، فیلسوف انگلیسی، و یکی نگاه جان لاک، فیلسوف دیگه. خیلی هم دور از هم نبودن از نظر زمان این دو. هیوم میگه که هویت مثل یه بقچه است، وقتی این بقچه رو باز کنی ببینی که عناصر متفاوت و گاه متضادی هستن اینها، و اینها مدام با هم در کنش و واکنش هستن، و میگه که
مثل بغچه که هسته ای نداره باز میکنی ببینی عناصر متفاوت هستن و شاید همسان هستن، هویت هم به همین شکل متشتته و درونش یک هسته نمیبینی. در سمت مقابل جان لاک میگه که نه، یه چیزی هست به اسم آگاهی، اون نقل قول معروف ازش در واقع بیان این حرف هست که هویت من از آگاهی من شکل میگیره. این ترتیب یک هسته ای هست آگاهی من و اونه که همه چیزهای دیگر رو دور خودش جمع میکنه. اگر نگاه آقای حکیمی رو شبیه اون چیزی بگیریم که دیوید هیوم میگه که یه بقچه ای از چیزهای مختلف و یک کانونی هسته ای که اینا رو به هم وصل کنه و هویت رو بسازه وجود نداره، اون وقت نگاه شما بیشتر شبیه نگاه جان لاک خواهد بود که من که بر اساس آگاهی من تعریف میشه این عناصر متضاد رو به هم وصل میکنه، یک هسته، یک کانونی وجود داره که هویت همونه یا بر اساس اون استوار میشه. چنین درکی درسته؟ به نظرم در واقع هر دوتا هست، یعنی به دلیل این که جنبه هایی از هویت هست که آدم بهش آگاهی نداره، یعنی همون چیزیست که به اصطلاح زیگموند فروید میگه، یعنی اون هم مطرح هست بله. یعنی اون هم در واقع جنبه اجتماعی داره، یعنی زیگموند فروید هم متوجه اینو یک جنبه صرفا روانی و در واقع درونی نمیدونه بله. اون هم در واقع با ساختار ارتباط ناخودآگاه هم با ساختار ارتباطش میده، یعنی این هست ولی فرد ممکنه این نسبت به این جنبه از اون هویت آگاهی نداشته باشه، ولی جوانب متفاوتی هست که متوجه آدم آگاهانه دست به انتخاب میزنه، یعنی همون چیزی که به نظر من آقای حکیمی دست به انتخاب میزنه در واقع، یعنی این که من نمیخوام این باشم، زمانی که من نمیخوام این باشم میخوام یه چیز دیگه باشم، یعنی اون چیز دیگه هم که آقای حکیمی میخواد باشه به نظرم نسبت بهش آگاهه بلد. یعنی اینه که به نظرم، ولی چون اون هویت لایه های بسیار متفاوتی داره، همونجور که خود ایشان هم نویسنده هستم، هم نمیخوان افغان مثلا به اون مفهومش باشن، هم میخوان متوجهی جاهای متفاوت باشن، مسافرت های متفاوت داشته باشن، نظرات گوناگونی رو منعکس بکنن، اینها به نظر من جوانب گوناگونی از اون هویت چند لایه هستن، یعنی که مطرح میکنن. یعنی این که مثلا در حال حاضر ما میبینیم در سوسیولوژی یک به اصطلاحی هست که بیک مطرح میکنه، اینه که میگه که ما در شرایطی قرار داریم که ما در واقع هویتمون مثل هویت یک مسافره، یعنی ما مسافریم، همیشه تقریبا مسافریم، یعنی اون خصوصیتی که ما در واقع در قطاریم یا در هواپیماییم یا در ماشینیم یا پشت به اصطلاح اینترنت داریم نگاه میکنیم یا تلفن موبایل رو داریم میکنیم، میگه ما همیشه در واقع داریم اون مرزها رو کراس میکنیم، یعنی مرزها رو رد میکنیم بله. یعنی این همه اینها به نحوی داره مرزها رو رد میکنن، یعنی با یعنی اینه که به نظرم و اون مکان به اصطلاح این جامعه شناس مطرح میکنه که ما از نظر به اصطلاح پولیگامی مکانی در متوجه خصوصیتی داریم که با پولیگامی مکانی متوجه توضیح داده میشه بله. یعنی این که متوجه شما در مکانهای بسیار در متفاوتی آن واحد در آن واحد در مکانهای بسیار متفاوتی و برای همین تصور این که در یک مکان باشید در یک هویت بگنجید براتون سخته آله. یعنی اینه که البته متوجه بعضی از خود مثل بک مطرح میکنه، میگه این جنبه بسیار مثبتی داره، جنبه مثبتی داره از این جهت که فرد احساس میکنه که دست به انتخاب میزنه. جوانب منفیش به نظرم از این جهته که آدم به هر حال نمیدونه کجاست، یعنی اون بی‌ثباتی که وجود داره، اون ناآرامی که وجود داره، اون عدم به اصطلاح اطمینانی که مثلا آدم باش رو برویه، اینا همیشه مسئله است. این جنبه منفی رو شما احساس میکنید، یعنی عدم احساس نیاز به هویت این مسائل رو ایجاد کرده؟ ببین در وهله اول بله، هر نوع جدا افتادگی و یا بریدنی میتونه به خاطر اون عادتی که شما دارید روی شما تاثیر بگذاره، میتونه مثلا احساس بکنید که یک چیزی کم دارید و این خیلی طبیعیه. فرقی هم نمیکنه که اون هویتی که شما ازش میبرید یک هویت ملی هست، یک هویت محلی هست، هویت فرهنگی یا دینیه، فرقی نمیکنه، همه این تجربه رو دارن. ولی بعد از یک مدتی وقتی که شما با
با جنبه‌های مثبتی که خود این چند هویتی و پذیرش سیال بودن در هویت به شما میده، اون وقت متوجه میشید که رهایی بخشه، نه تنها رهایی بخشه کاملا، به خاطر اینکه ببینید شما اصلا اون چیزی که دارید از دست میدید اصلا حساب نمیشه. مسئله مهمی که من دوستان روش تاکید بکنم اینه که این که من میگم من نیازی به هویت ندارم به معنای انکار هویت نیست. هویت وجود داره، من میپذیرم که هویت وجود داره، ولی من بهش نیازی ندارم، به خاطر اینکه این تجربه رو داشتم که از هویت‌های مختلفی گذر بکنم و هر بار یک چیز رو ول کردم، یک چیز دیگر رو به دست آوردم و باز هم ول کردم، درسته؟ و الان خودم رو میتونم بیرون از همه این هویت‌ها تصور کنم. و برخلاف چیزی که شما گفتید، رها کردن یک هویت به معنای برگزیدن هویت دیگر نیست. ولی آقای حکیمی، در این چیزی که شما میگید یک تناقضی وجود نداره، که بله هویت وجود داره ولی من بهش احساس نیاز ندارم. یکی از معانی این میتونه این باشه که من یک چیزی هستم ولی به این چیزی که هستم احساس نیاز ندارم. معنیش این میشه دیگه. نه نه لزوما. ببینید مسئله سر اینه، مثلا شما فرض بکنید که یک مثالی که من میتونم بدم اینه که فرض بکنید شما بگید که برای شما 4 جور میوه مختلف بیارن و شما هر 4 میوه رو دوست داشته باشید. یک انتخابتون اینه که بگید اوکی من این رو هم دوست دارم، این رو هم دوست دارم، این رو هم دوست دارم. و یا انتخابتون میتونه این باشه که برگردید از این دوست داشتن خودتون رو تحلیل بکنید و بگید من چرا این میوه رو دوست دارم، چرا احساس تعلق میکنم، چطور میکنم. به هویت معنی عدم احساس نیاز بهش نیست. شما دارید میگید که من آگاه هم به این هویت های چند من آگاه هستم ولی واقعا احساس نیاز نمیکنم. اجازه بدید من اینجوری بگم. ببینید من 5 سال در جزایر مالت زندگی کردم، قبلش من در بریتانیا بودم، در مدیترانه و کشورهای زیادی هم بودم، حداقل به عنوان مسافرت. مثلا در پاکستان زندگی کردم، در ایران بودم، در افغانستان، در جزایر مالت، در بریتانیا و این کشور و کشورهای زیادی هم مسافرت کردم. ببینید قبل از اینکه من جزایر مالت رو ببینم، احساس می‌کردم دلپذیرترین جایی که من احساس می‌کنم مثلا اونجا راحتم، حتی نه به اون اندازه که نتونم ازش دل بکنم، هرات هست. بله من همیشه احساس میکردم هرات و هر جایی که میرفتم میخواستم ببینم چه ویژگی هایی در اونجا وجود داره که با هرات یک چیز باشه. ولی وقتی رفتم مالتا، اون وقت متوجه شدم که جایی بهتر از هرات هم هست. دلپذیرترین جایی که من احساس میکنم بهش اونجا میتونم راحت باشم مالتا است، به خاطر اون ویژگی های چیزی که بسیار خاصی که وجود داره و نزدیکی که من احساس میکنم. مثلا من چند بار به دوستانم هم گفتم که من هیچ تفاوتی واقعا بین هرات و مالتا احساس نمیکنم، با اینکه زمین تا آسمان این دو شهر فرق داره. آقای حکیمی خیلی طولانی میشه برام، این میخوام کوتاه بگید چون آقای نورانی هم نوبتش رو داشته باشه که راجع به همین قضیه حرف بزنه. اگر شما به یک شخص متعهد به آینده افغانستان این حرف رو بزنید، میگه که آها این در واقع عدم احساس نیاز به هویت نیست، این بریدن از اون حس مسئولیتی است که شما نسبت به افغانستان داشتی و به دلیل گذر سن یا به دلیل اینکه شما طعم چیزهای بهتری رو هم چشیده، از بهتر از نظر در واقع نعمات مادی، از نظر اینکه بتونید سفر کنید ببینید، این و اینها همه روی شما تاثیر گذاشته و این احساس مسئولیت نسبت به آینده افغانستان رو ندید، الان به همین دلیل میگید من احساس نیاز به هویت ندارم. این یک برداشت از اون چیزی نمیخوام درست، ولی دقیقاً اتفاقا این چیزی بود که من هم میخواستم توی صحبت هم اگه فرصتی بکنم این بهش اشاره بکنم. وقتی من میگم من احساس نمیکنم پشتون هستم یا تاجیک هستم یا هزاره یا حتی افغان، به این معنا نیست که من مسئولیتم رو فراموش کردم. اتفاقا آدم هایی که از این دوره ها گذر میکنن بیشتر کار میکنن. هویتی که به اون شکل تعریف بشه، یعنی هویت به اصطلاح محدود، هویتی که در واقع یعنی تثبیت شده است، هویتی که منجمد شده است، مسلما این کار میکنه. یعنی کسی که مثلا بالفعل بگه من پشتونم یا من تاجیکم و در واقع این هویت رو به اصطلاح اونقدر غلیظ کنه که به ویژه در واقع خصلت سیاسی بهش بده، نه تنها مخرب یا هویت‌های دیگر رو نه تنها مخرب میشه بلکه واقعا دشمنانه میشه، متوجه میتونه در واقع متوجه خود انسان رو یه زندان در واقع در
براش ایجاد بکنه که خب نکنه خود... خودشو بیرون کنه از بله. آیا اون چه که میگن سیاست هویتی identity politics که فقط در کشورهای چون ایران و افغانستان که نیست، در آمریکا هم هست دیگه، make America great، آمریکا رو دوباره بزرگ کنیم، این یک سیاست هویتی دیگه. به این ترتیب آیا هویت به این شکلش و این سیاست ورزی هویتی باعث نشده که میلیون ها نفر از هویت ببرن، هویت به این معنای کلاسیکش، و احساس کنن نیازی ندارن به این چیزها؟ به نظرم این هویت، یعنی هویتی که ترامپ یا هویتی که خود اینجا مثلا در واقع برگزیت نشون داد، اینا هویتی است که در واقع متوجه، یعنی اون هویت به اصطلاح به نحوی هویت قومی است، یعنی هویتی است که در واقع یک نژاد، ولی در آمریکا قومی نیست که دیگه. در آمریکا به نظرم هویت پوپولیستی به هر شکلش نه شکل قومی داره، یعنی خصلت قومی داره. اگر متوجه ناسیونالیسم و به متوجه ناسیونالیسم قومی و ناسیونالیسم به اصطلاح سیویک در واقع در دو تا جنبش ببینیم، اینها بیشتر نزدیکن به اصطلاح اون ناسیونالیسم قومی. ما در این برنامه راجع به تمایز هویت شخصی و هویت جمعی حرف نزدیم. هویت شخصی به این معنا که از یه سری تجارب بدنی شروع میشه، مثلا کودکی که در آغوش گرفته میشه یه جور حس امنیت داره، تا کودکی که در خانواده هست بهش عشق ورزیده میشه ولی در آغوش گرفته نمیشه، آغوش مادر یا پدر براش تعدی بیگانه است. اینها همینجوری ساخته میشه و هویت شخصی از اینها میاد دیگه. هیوم و لاک در واقع راجب هویت شخصی حرف میزنن وقتی راجبشون صحبت کردیم. این یک چیزه، هویت جمعی یک چیز دیگه است. اون چیزی که به گفته شما میخواد شما رو در یک فضا، در یک قفسی نگه داره و مانع از این بشه که شما دست به انتخاب بزنی. این تمایز آیا باعث نشده که شما احساس کنی به هویت نیاز نداری، در صورتی که هویت شخصی رو که نمیتونید ازش بگریزید؟ ببینید، هویت شخصی مجموعی از ارزش‌هایی هست که شخص بهش اعتقاد داره و با تجربه به دست آورده. بعضی از این ارزش‌ها میتونه ارزش‌های اخلاقی باشه. من ممکنه به ارزش‌های مثلا معتقد باشم و پابند باشم که در واقع تجربه شخصی من هست، و ممکنم هست به ارزش‌های پابند باشم که مثلا برای دیگران مهم نیست، یا ممکنه برای دیگران مهم باشه برای من نیست. اینا تجربه شخصی منه. اون چیزی که من فکر می‌کنم، مثلا من در موردش صحبت می‌کنم، بیشتر هویت اجتماعی هست، هویتیه که شما در مواجهه با جامعه متوجهش میشید. یعنی نورایی هم بیشتر راجب اون صحبت دقیقا من. حرف من وقتی من میگم هویت وجود داره اما من بهش احساس تعلق نمی کنم، منظورم هویت شخصی جمع. نیست هویت جمعی بخشی. اون هویت های جمعی هست. و یک موضوع دیگر هم در نظر بگم، ببینید هویت همونطور که شما اشاره کردید به مسئله ترامپ مثلا یا برگزیت، ما در افغانستان شما هیچ سیاستمداری رو نمیتونید در افغانستان پیدا کنید، بر بقیه دنیا هم همینطوره، ولی خب در افغانستان شما هیچ سیاستمداری رو نمیتونید پیدا کنید که بدون چنگ زدن به هویت جمعی و قبیله گرایانه به اصطلاح یک جامعه بخواد یک برنامه‌ای برای به اصطلاح مبارزه سیاسی داشته باشه. البته خیلی هستن که ممکنه اینو به چالش بکشن. خود منم که دنبال میکنم میدونم خیلی ها واقعا چنگ به هویت قومی نمیزنن، ولی خب از استثناها که بگذاریم شما معتقد هستید این رواله، نرم اینه. این نرم هست، ولی خب من همین الان نمیتونم کسی رو توی ذهنم بگم که مثلا به همین مسئله چنگ نمیزنه. سیاست این عادت سیاسته، وقتی که شما عادت سیاست مدارها هم هست که وقتی که میخوان یک برنامه‌ای رو مطرح بکنن طبیعتاً باید چنگ بزنن به اون حساسیتی که بسیار رای دهندگانشون داره. بله بله. درست، مثلا اگر من یک سیاستمدار پشتون باشم دوست دارم بیشتر از داعیه لوی پشتونستان یا پشتونستان بزرگ صحبت کنم، اگر فارسی زبان باشم دوست دارم از خراسان بزرگ صحبت بکنم، به خاطر اینکه میدونم اینها نمادهای هویتی هست که در بین به اصطلاح رای دهندگان من مطرحه، براشون حساسه. وقتی من ولی مسئله هویت مشکلش اینجاست که وقتی یک سیاستمدار میاد به حساسیت ها و یا نمادهای هویتی یک جمع چنگ میزنه تا رأیشون رو بگیره، واقعا برای اونها چیکار میکنه؟ در مورد افغانستان آیا مدرسه میسازن اونها؟ مسلما نه.
آیا مثلا طوری که حداقل تجربه ما میگه جاده میسازن، اقتصاد رو درست میکنن، هیچ کدوم اینا، فقط به همین دلیل که من فکر میکنم وقتی که ما نسبت به هویت اگر غیرتمندانه برخورد بکنیم، خودمون اجازه میدیم که استبداد به وجود بیاد. بخش مهمی از مناقشه های سیاسی در جهان موجود بر اساس همین سیاست ورزی هویتی نیست. آقای نورایی، اونچه که در آمریکا دیدیم، نصف جمعیت به این رأی میده، نصفش به اون رأی میده، در نهایت برنده با یه اختلاف بسیار ناچیزی برنده میشه، ولی اون نصفی که بازنده است انتخابات بعدی دوباره میاد میدان دیگه. خب بنابراین این جدال ها کماکان هست و احساس میکنی این جدال بین کسانی است که یه سری ارزش ها، و همونجوری که شما میگید این ارزش ها هستن که هویت ها رو میسازن دیگه، یه سری ارزش ها اعتقاد دارن و یه عده‌ای که به ارزش های دیگه اعتقاد دارن. پس توضیح این مناقشه ها در جامعه دو قطبی توضیح هویتی دیگه، درسته؟ به نظرم هویتی هست، ولی خب ما وقتی از هویت صحبت می‌کنیم یه جا آن چیزی که آقای حکیمی مطرح کردن، این مسئله هویت قومی، هویتی ناسیونالیستی، هویتی است که البته خب ناسیونالیستی گفتم حتی ناسیونالیسم سیویک هم نیست، یعنی ناسیونالیسم سیویک لااقل میپذیره که اقوام در واقع جنبه شهروندی داره، با هم در واقع یه ملت رو میسازن، ملتی که از اقوام متفاوت در واقع ساخته میشه. ولی اون جا که به اصطلاح هویت قومی مطرحه، یعنی اون پشتونه یا اون به اصطلاح تاجیکه یا اون بلوچه یا اون نمیدونم ترکه، این هویت ها آیا ممکن هست مفید هم باشن در سیاست ورزی؟ به نظرم نه، یعنی من از نظر سیاسی معتقدم این هویت ها مخربن. یعنی آیا نمیتونن عملیات ساز باشن، یعنی جوامع رو، توده ها رو به حرکت در بیارن؟ توده ها رو به حرکت در آوردن در چه جهتی؟ یعنی مهم اینه، یعنی واقعا حرکت در آوردن خود توده ها هدف نیست، هدف اینه که واقعا به کجا باید رفت، یعنی چه چیزی رو باید ساخت. یعنی اگر چنانچه واقعا مقصد این باشه که در واقع اونو به صورت یک قفس در بیاره، در تخالف با دیگران، یعنی در تضاد با دیگران، به نظرم اینه که اینجا مخرب میشه. بذارید مثال براتون بزنم، اگر جنبشی، حرکتی شکل بگیره و در افغانستان بیاد بگه که ما بر اساس افغانستانی بودن بیایم این کار رو بکنیم و این جنبش پا بگیره، این جنبش هویتی دیگه، بر اساس تعلیمات یا بر اساس اون چه که شما داشتید تو این برنامه بیان میکردید و خوندید، این هویتی خواهد بود دیگه. آیا این نمیتونه مثبت باشه اگر البته پا بگیرید؟ اگر چنانچه بر اساس یه نوع هویت به اصطلاح سیویک باشه، یعنی این در واقع اون شکاف هایی رو که متوجه چیه جنبه های قومی هویت ایجاد میکنه این نداشته باشه، این میتونه. پس سیاست هویتی تحت شرایطی میتونه تحت شرایطی در واقع شرایط مشخصی مثل جنبش های رهایی بخش از کلونیالیسم، بله، از استعمار، یعنی اینه که اینها متوجه جدا میشن، به خودشون متکی میشن، یه استقلالی ایجاد میکنه، ممکنه شکست هم بخوره، ولی در واقع اینه که اینها در واقع به اون مفهومش قومی نیستن، یعنی سیویکن، بله. اقوام متفاوتی وجود داره. هند وقتی جدا میشه از صدها به استراتژی های قومی بسیار متفاوتی تقسیم نیچه شده، بله، یعنی ساخته شده، بله. یعنی اینه که به نظر من متفاوته. اون چیزی که آقای حکیمی مطرح کرد به نظر من همون هویت به اصطلاح قومی هست، همون هویتی است که در واقع جدایی ایجاد میکنه، قفس ایجاد میکنه. خب به نظر من هم مخربه واقعا. دوستان اجازه بدید من در مورد اون مثالی که در مورد افغانستان زدید صحبت بکنم. ببینید در اون مثال اتفاقا چیز خوبیه، ولی مسئله‌ای که ما باید بهش توجه بکنیم اینه که شما اون هویت افغانستانی رو یا ببینید همین الان هم بین افغان و افغانستانی یک مشکل وجود داره، شما دارید یک هویت جدید بر میسازید. وقتی شما این هویت رو بر سازید، مستلزم اینه که من پشتون، من تاجیک، من هزاره از هویت قومی خودم حداقل یک کمی بکنم. فاصله بله. بگیرم که بتونم روی یک نقطه مشترک بر روی این هویت افغانستانی من در واقع توافق بکنم. دقیقاً. پس بنابراین این یک سیاست حذف نیست. میدونید سیاست همپذیریه.
و این هویت همپذیر هست. این چیزی که مثلا من خودم احساس میکنم، مثلا من با وجود اینکه احساس نمیکنم متعلق به یا احساس نیاز به یک هویت دارم، ولی مثلا هویت هزاره ها، هویت پشتون ها، هویت و فرهنگ تاجیک ها، زبانشون و قوم های مختلف رو خیلی دوست دارم بخونم. اگر هویتی رو با شناخت، با آگاهی، با همپذیری بسازید، اون وقت تخریب های سیاست هویتی رخ نخواهد داد. ولی آیا همیشه در مورد سیاست های، در مورد هویت هایی است که می سازیم، خیلی از هویت ها قدیمن و حادث نیستن، اما میتونن تاثیرات مفید داشته باشن. مثلا در مورد ایران بسیاری از تاریخ نگارها میگن که به این دلیل ایران شبیه مثلا مصر نشد، یعنی کاملا اسلامی نشد، زبانش رو وا نگذاشت، که یک هویت ایرانی وجود داشت پیش از اسلام. این هویت بسیار قوی بود، ریشه دار بود و طوری ریشه دار بود که اسلام ایرانی رو متفاوت و متمایز کرد. این هویت باعث شد که ایران کنونی شبیه بسیار از کشورهای اسلامی دیگه نشه. من موافق هستم، ولی یک مسئله که باید اینجا در نظر بگیریم، مسئله به اصطلاح این هست که ما در کجای تاریخ قرار داریم، ما یا در کدام زمان قرار داریم. بله. طوری که مثلا آقای نورایی هم اشاره کردن، مسئله هویت توی یک جامعه بسته مثل افغانستان 100 سال پیش ممکن بود که به اصطلاح خیلی هم مفید باشه، ولی این احساس عدم نیاز به هویت یک مسئله مدرنه، حتی یک مسئله پسامدرنه، به خاطر اینکه شما در یک آن میتونید مثلا اراده بکنید برید یک کشور دیگه، در چند مکان باشید، از به خصوص اینترنت همه رو به هم دیگه نزدیک کرده. شما الان دیگه مثل مثلا 100 سال پیش یا 50 سال پیش زندگی مثلا مردمی در آفریقا برای شما افسانه نیست. بلد. بلکه شما میتونید برید و ببینید و اینجوریه که شما میتونید ارتباط برقرار کنید و این فکر میکنم خودش کمک میکنه که شما به اصطلاح با دوباره فکر کنید درباره مسئله هویت و اینکه چه نقشی در زندگی مدرن ما بازی میکنه. خیلی کوتاه آقای نورایی، میخوام یه تجربه شخصی رو با شما در میان بگذارم که برمیگرده به بحث‌های اولیه، نه این بحث‌های متأخر در مورد سیاست هویتی. پیش اومده که دوستی از دوره دبیرستان من یک مرتبه ایمیلی برام فرستاده و من گفته در این برنامه دیدم، چقدر جالب، بعد از 20 25 30 سال الان دوباره میبینم چطوری. و من از طریق ایمیل جواب دادم، بعد شماره تلفن رد بدل شده و من با این شخص حرف زدم، به حساب اینکه این شخص اون شخصی است که در دوره دبیرستان با من دوست بود. وقتی حرف زدم با اون، حتی دیدم که بسیار متفاوتیم، نه به معنی بدش، صرفا به این معنا که اون هویتی که من در این سراغ داشتم الان کاملا متفاوته و اون هویتی که این در من سراغ داشت الان نیستش. به این ترتیب این دیدگاه عمومی که هویت بر اساس اون نراتیو، اون روایتی که از خودمون داریم شکل میگیره و در این تسلسل وجود داره، تداوم وجود داره، داره فرو میریزه. شما اگر به دو تا پاسپورت داشته باشین نگاه کنین، پاسپورتتون رو اگه پاسپورت قبلی رو هم دارین نگاه کنین، ببینین قیافتون رو نگاه کنین، اصلا موقعیتتون رو نگاه بکنین، افکار اون زمان رو با حالا نگاه کنین، یعنی همه اینها میبینی تغییر کردن. شغلتون رو با از اون زمان گذر سن نیست، بلکه به عکس ها که نگاه میکنی خیلی چیزای دیگه هست. عکس ها نگاه کنی، مو سفید شده، مو ریخته، متوجه؟ یعنی اینه که در واقع میبینی که حتی در اون جنبه شخصیش فرق تغییر کرده. بره. یعنی اون نیست دیگه. یعنی از این جهته که من فکر کنم مسئله بلفارد این کاملا درسته. یعنی به همین دلیله که انسان در جهان سیال متوجه با مشکل روبروست که چگونه خودش رو تعریف کنه. بسیار خوب. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که این بحث رو دنبال کردید و همینطور از مهمانهای برنامه، عزیز حکیمی و هوشنگ نورایی. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت بی بی سی فارسی منتشر میشه.
پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی آخر برنامه به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی بی بی سی هم میتونید دریافت کنید. ضمن این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام بی بی سی فارسی هم میتونید ببینید. روز و شب بر همه شما خوش.